آه همکار، چی کار کردی؟ آن رمز رو پیدا کردی؟ نه، از کجا؟ هیچ چیز رو پیدا نکردم همکار. تو مفتیات هم رفتم، در زیر کلمه موازین چیزی نیست. از کجا میابی ما این جنگاور رو؟ نمیدونم آخر، در این حدیثه چرا جنگاور آمده زینب رو نجات داد نفهمیدم. ها؟ جوابش نیست. در عقلم تنها یک فکر است، این جنگاور از نزدیکانمون است، یعنی نفر نزدیکمون است. سلام علیکم. سنم رو با بازار بردم، گفتم تا اومدن شما رو یک بینم. سلام علیکم هجری، بفرما بیاشین. همونجا خالیه؟ بیا بیا بشین. هوا خوب کرده است ماشاءالله. انیق میدونم جنگاور آدم نزدیکی ما است. جنگاور رو باید زود پیدا کنم، وظیفه آخرانم است. و فکرم زبید راست میگوید، نفری هست که باید او را شناسیم. ولی کی باشد؟ یا خدایو چی گپ شده باشد؟ یا هر دوین درباره جنگاور فکر دارند؟ اگر جنگاور رو یابم که بودنی کلتکیل است رو میفهمم، ولی اول باید جنگاور رو یابم. کی باشد موازین؟ موازین، موازین، کی باشد این موازین؟ اوه، وقت خیلی تیز گذشت. کنی بینم سنم کجا شد، چیکار کرد تنها؟ روزتون بخیر. خیر. چی علاقه دارده؟ اکه کنم، خاکی تگی توفلی ها چنون نکنم این کاره. اکه، سیرم دیونه تو رو بپراند. دیوانگیش قپیده اکه کن آنه، انیق سیرم هر سیم رو میپراند. نه کنید، اگر کشن کشتن گیرد. چی شد بچه ها؟ چرا این کنانی دیوانه با دسته این کلا آمده؟ اکه جوهر، اینم کنانی دیوانه، سیرم دیوانه را زانی محبت کردنیه. ما رو میپرونه به فکرم دیوانه دیگریش. انیق سیرم ما رو میپرونه که وای شلی دیوانه کنانی دیوانه با سیرم دیوانه عشقش را اعلان نکرده است. این نشود نکرد. درست میگوی اکا، سیرم دیوانه کنان رو زنده نمیگذارد. رحمت اکا ایرش خیرت گفتی ما نمیدونستیم. یه بدبخت ما هم میره گفتستیم. ای باشست باشست، کشتنی باشد کشد، بگذار مرگم از دستی دوست داشته هم باشد برادران. من یک به جا شدم آخر، او رو انیق میکشد بچه ها، او رو باز دارد سیرمی دیوانه، او رو میکشد آخر. چهار طرفش قبله، کارش نداریم ما. آخر بچه ها شما من رو نمیشونید، مگر رمید میگویم او رو نجادیت میگویم از پسش رمید. راست بگی بدبخت هم میکشه. کنان هم را بیزرم. اکا جوهر تو هم بیا. نه من نمیرم، هم شما رو بید، من هم نمیزید. او رو ببین چی میگوید. اوی جری جان، من تو رو با دستی اون مایمون نمی سپرم اصلا. سیرمی من چی شد کنانی دیوانه؟ سری پاورو تا بخورده. اگر کشتن خواهی بکش، من در اختیاری تو. چی گفتی صدایی؟ باز سرت ویران شد؟ نه دلم حیف شد، میکشد او را. دومولای جنازه خانه حاضر خبر کنیم یا بدتر چیکار کنیم؟ بعدا حیف شد، آدمی خوب بود اکه کنان. آخر خدا رحمت کنه اکمارا، نکه این بدبخت انیق دوزخ میره. سیرم تو را اولین بار وقتی دیدم مجنون نبودم، مجنونم کردی، از شهری خودم بیرونم کردی. کنانی دیوانه جمع سیرم برابر لاوه. یا گپت میگم، چه خیلی که مطره دوست میدارم، خیرس اصلا او قدوس نمیداره. اکای کنان پرچه شعری خوبی رو گفته ایستاده است. نیک میمره جورا جو نمیدونی مگر چیره؟ شاعری مردگی رو شعرش پرقیمت تر میشده است. بهار آمد، گلی سفسن قطار آمد، بدهقان وقتی کار آمد. چی ها گفته ایستاده؟ زود بگو، کارم زیاد است. تو سیرمی دیوانه، من کنانی دیوانه، یک جا شوم دو دیوانه. چی گفتن میخوایی؟ میگویم که تو را دوست میدارم، تو را دوست میدارم، اگر خواهی مرا پران. سمیرو تو اسکنه ترسی بو، خدا رحمتش کند.
اوهی راحت شدم، اکنون مرا پران. چرا می پراندم تو رو؟ ارزشی تیری سیلو هم رو نداری. مرا دوست می داشته است. این دیوانه رو ببین، مگر من بگپ یک آدمی دیوانه آدم می پرانم؟ تو رو بهودا کنونی دیوانه نمی گفتن. مرا دوست می داشته است دیوانه محله. دوستت می دارم آخیر. ایباشه این بدبخت چختکی مرده که روز سودگه یا نپروندور. آخیر سیره می دیوانه چرا اکای کنون رو نپروند؟ اکای کنون؟ ها این سیره می دیوانه چرا حاضر مرا نپروند؟ اکا ما هم حیران شدیم، ما هم نفهمیدیم این رو. نفهمیده هر دوتم گویا نفهمیده. یا چی رو نفهمیده دا؟ معبدی اومون چهرت گرمی کرده نپرونده کد. گرم بود است؟ بله گرم بود است. چهرت در نظری سیرم گرم بود است. نکی یه آدمی خنه که لیلی را بشش مجنون نگاه کن میگن. تو درست میگویی؟ او این کار چی خیل میشه بدا؟ طرفی کنعان سیرم دیوانه سیگنال داد. سیگنال سیگنال؟ چی خیل سیگنال؟ مقصدش همین ای که برای پدر و مادرش خواستگاریش کنی. یکا مگر این کام دارد؟ سیرم و کنعان دیوانه اگر با هم رسند در این جهان، نه زنده وطن یابد و نه مرده کفن. مبارک مبارک شود بعد نه ما قطارک شود. این خیل باشد. ما هم رفته سیرم دیوانه را خواستگاری میکنیم، این بیگو با خواستگاری میرویم، هجری را هم با خود میگیریم. اکا اول برای تورات کن، دوره که نماز بخون، با هم دخترت کز نکنه. خب این خیل باشد، من رفته نماز میخونم. خدا نمازت قبول کنه بدبخت. نام خداوندی به اندازه مهربان و نهایت بارحم. محترم جماعت، امروز درباره مباهله بین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام و نصرانی های نجران را برای شما نقل میکنم. مباهله یعنی دعوت به نفرین و لعنت کردن بین رسول اکرم و نصارای نجران. نجران یکی از شهرهای حجاز است که در مرز یمن قرار گرفته است. سال دهم هجری بود که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلام آن منطقه را به دین اسلام دعوت کرد. تعداد از آنها دین اسلام را قبول کردند و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام به روحانیان بزرگ نصرانی های نجران نامه نوشت و آنها را نیز به دین اسلام دعوت کرد. 60 نفر از عالمترین منطقه نجران که 3 تا از پیشوایانشان هم بودند، به مانند ابو حارث عبدالمسیح، به نزد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام آمدند. پیامبر خاتم آنها را دعوت کرد تا به پروردگار عالمیان ایمان آورند. آنها به پیامبر گفتند: منظور از ایمان آوردن، اگر ایمان به پروردگار عالم باشد، پس ما با آن پروردگار ایمان داریم. همین خیل بحث علمی بین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام و روحانیان نصرانی نجران یک مقدار طولانی شد. قضیه پرستیدن حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیش آمد و خلاصه در مباحثه که بین پیامبر خاتم و روحانیان نصارا بود، مسیحیان نجران
در برابر منطقی وحی راه مجادله را در پیش گرفتند و پیشنهاد مباهله دادند. یعنی اول مناظره شد، بحث های علمی قرار گرفت بینشان. نبی اکرم دلیل های خود را و نصارای نجران نیز دلیل های خود را بازگو کردند. مسیحیان نجران در برابر دلیل های رسول اکرم عاجز ماندند، دیدن از نظر علمی هیچ راهی ندارند و پیشنهاد مباهله را دادند. محترم جماعت، آن زمان ها بین دو گروهی که به یک خلاصه نمی آمدند پیشنهاد مباهله می شد. یعنی چه خیل طرفداران دو دین روبروی هم می ایستادند و هر دو جانب دست به دعا برداشته نسبت همدیگر دعای نفرین و لعن می کردند. مثال از یک طرف مسیحیان دعا می کردند که خدایا این قومی که دعوای مسلمانی و دین اسلام دارند نابود بگردان، و مسلمان ها باشند برعکس گفته آنها دعا می کردند. دعای کسی را که خدا مستجاب می گرداند همان گروه برحق بود، و دعای کسی که مستجاب نمی گردید آن گروه بناحق بود. خلاص مسیحیان نجران بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام پیشنهاد مباهله کردند. همان لحظه بود که پیک الهی حضرت جبرائیل علیه السلام نازل شد و آیت شریفه 61 سوره آل عمران را به پیامبر رسانید. آن آیت را برای شما می خوانم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت باره هم. پس هر کی بعد از آن چی به تو از دانش آمد در باب عیسی با تو مجادله کند، بگو بیاید تا فرزندان خود را و فرزندان شما را و زنان خود را و زنان شما را و نفس و جان خود را و نفس و جان شما را بخوانیم، سپس همه بزاری دعا کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان بگردانیم. همین طور مکانی را برای مباهله انتخاب کردند. این واقعه روز 24 ماه ذوالحجه در سال 10 هجری قمری اتفاق افتاد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام طبق فرموده الله تعالی در آیت 61 سوره آل عمران عمل کرد، بجای فرزندان حضرت حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت، بجای زنان حضرت فاطمه زهرا سرور زنان اهل بهشت، و بجای نفس و جان حضرت علی را انتخاب کرد و به میدان مباهله رفتند. نصرانی های نجران گمان میکردند که حاضر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام سپاه خود را گرفته به میدان مباهله می آید. اما دیدند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام حضرت حسین را در آغوش دارد، دست حضرت حسن در دست مبارکشان و همراه حضرت فاطمه و حضرت علی درود خدا بر آنها با تنها حاضر شدند و در مکان نشسته دست به دعا برداشتند. پیامبر به حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین فرمود: من دعا میکنم و شما آمین بگویید. مسیحیان هنگامی که این صحنه را مشاهده کردند سخت به وحشت افتادند و از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام عزیزترین و نزدیکترین کسانی خود را به میدان مباهله آورده بودند دریافتند که نسبت به ادعای خود ایمان و باوری کامل دارد، زیرا در غیر این صورت عزیزان خود را در مرز خطر آسمانی و الهی قرار نمی دادند. یکی از راهبران مسیحیان نجران گفت: من چهره های را می بینم، اگر مباهله شود و اینها دست به دعا بردارند نه تنها ما نابود می شویم، بلکه نصرانی ها تا قیامت نسلش از کوره زمین ریشکن می شوند. همین طور نصرانی ها از مباهله خودداری کردند و به پیامبر گفتند که دعا نکنند. حقیقت و دلیل های آشکاری رسول اکرم را می دیدند و می شنیدند، اما به همه این نگاه نکرده دین اسلام را قبول نکردند. هر کس را که خدا هدایت کند نجات می یابد در هر دو عالم، و هر کس را که در گمراهیش باقی گذارد او نجات دهنده ای ندارد. سلام ای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام که با دستور خدای تعالی و آرامش کامل نزدیکترین و عزیزترین شخصان خود را برای اثبات حقیقت اسلام
در برابر دروغگویان و تکذیب کنندگان دین اسلام با مباهله با مسیحیان بردی. سلام ای برترین زنان اهل عالم و سرور زنان بهشت، حضرت فاطمه زهرا، که خدا یگانه تو را از بین تمام زنان عالم و همسران پیامبر در این مباهله انتخاب کرد. سلام بر حضرت علی که او را در مباهله خدا بجای نفس و جان پیامبر خاتم انتخاب کرد. سلام بر گلهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام و سردار جوانان اهل بهشت حضرت حسن و حسین که در مباهله با مسیحیان خدا شما را به عنوان فرزندان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام انتخاب کرد. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام کنون. جناب سعدی، این بگا برای یک کاری خیر به خانه شما میآید. برای کاری خیر؟ کاری خیر. بسیار هم کاری خیر. هجره هم میآید. برای سیرم دیوانه؟ بله، سیرم دیوانه. بیاین، انتظارتون میشیم. بیاین. راضی شد. گوش کن. این ها که ها باز راضی بودن که اوهو آخر دیوانه است دو دیوانه آسیا ای بگو با خوزگوری سیرم دیوانه بیوید سیرم برای کیس خوزگوری میکنن؟ برای هجری چی؟ راست میگوی؟ راست میگوم اخی نه باور نمیکنم ای خیل باشخ مخشتومانی گنده گرفتم فایده کد بگو خیر بیاید زود بخونم میرویم برای هجری قهوه تیار میکنیم یا رفتیم مادر ایست و خیر ایست اول بیاید با اکم صحبت کنیم بپرسیم راست است که در حقیقت برای خوزگاری سیره میآید یا نمیآید ای بنافشه یک گپای بیمانی میزنی که او بهانه را در سرش میزنه ای رفتیم که عصبی شدم دخترم تو چه خیلی دانشجو هستی یک گپای بیمانی میگوی که آدم ایران میشود ای رفتیم. همیشه همین خیل است این کار خوبی شد انشاءالله سلام علیکم اکای کنان شما مرا دعوت کرده و علیکم السلام هجری وای بگان نیت یک کاری خیر داریم باید که تو هم بیایی چی گپ هست بخیر است انشاءالله به خانه شما برای خوزگاری سیرم دیوانه می رویم اکای کنان من با سیرم خاندار نمی شوم با سنم می شوم چرا هیچ کس گپ مرا نمی فهمد اخیر چرا شما مرا نمی فهمید آخر هجری برای تو نه برای من خوزگاری میکنیم تمام اکی کنان برای من نمیکنید برای خود چی؟ ولی اول باید کمه آمادگی بینیم میدانی که شیرینی میگیریم گل میگیریم یعنی دست خالی رفته نمیشود خیر میرم رفتیم خیر میداش بگاو و میخوریم رفتیم همکار تو بر وقت سو شدی با همین زینب چی به غم میتی؟ چیکار کنم؟ او را مجبور میکنم اگر باورت کردم خیر حیات دختر را نجات دادم با من میناداری میکند تو چرا اینجا هستی ها؟ ها؟ تو چی میخواهی؟ مگر خانم زینب را اینجا با تو تنها میگذارم شغال پس او را گرفته ببر همکار گرفته میبرم برادر با خانم زینب صحبت کردم به خانه میرویم بینم در خانه تنگیت دلگیر شدم در دیوان قاخت خواه کردم تازه را میانم در میکنه آها بگو در خانه هم تنها میمونم دیگر تو هم رفتم برای خودت دیگر خدمتگار میابی من میکشایم شام بخیر کمیسر مراد در خونه نیست؟ من همسایش هستم تور پخته آوردم یک لحظه شما زنی که امروز کمیسر مراد نجاتش داد نیستید؟ بله منم خب بیا بدرو خونه
نه من در این وقت شب شما رو نراحت نمیکنم. ای بخدا دل دور نرو با دلی که شد بدرو. خب مایلش. مهمان قبول میکنید؟ بدرو. آه خانم عالم، شام بخیر. شام بخیر، چه خیلی سورپریزی زیبا. نراحت کردم، معذرت میخوام، تورت پختم، خواستم با شما بیارم. این خیلی میشود مگر، استغفر الله، زحمت کشیدید. چه خیلی زحمت جنوبی مراد، در مقابل خوبیه که شما با من کردید این چی هست؟ بفرمایید لطفا. با ذوق بلند. بخشیچ خانم، من امروز شما رو با فکرم در کافه دیده بودم. آه بله، زینب هستم. از شناسایی خیلی شدم. من اولم، همسایه نوی جنوبی مراد هستم. ما هم خوراک میخوردیم، مرحمت چینید یک جای بخوریم. نه من شما رو نراحت نمیکنم. نه این خیلی میشود مگر، از تقفیر الله، بفرمایید لطفا، خواهش میکنم. خب مایلش. اشتیوی توم من گپی شما رو نشکستم نشستم، ولی گروس ننیستم، این از شما بود با فکرم. اولا ما زوبای نام دارم، از شما سوی شدم. خانم اولام، شما در این محله سالون کراساتی دارید؟ بله. فقط روی زنو را شپکلوف کمی کنید؟ نه یعنی مردها هم می آیند. این مرده کورانی؟ پس ما هم می رویم. تو برم، من بیام یم خوش رویم. البته بیوی جنوبی مراد، منتظر می شایم، گرچند اومدنتون شرط نیست، خودتون رو بسیار خوب نگاه بین میکنید. تشکر میکنم، یعنی تا قدر امکان خود را نگاه میکنیم، سر و روی خودمان را برای خودمان. جنابی زوباید، پگوه بگوهی زود روزی سنم است، ما رو همراهی میکنید؟ البته میریم، همقدر تورت میفورکی، من در تورت خوری خون ندارم، با جان و دل. زود روز از کجا پیدا شد؟ چرا من خبر ندارم؟ تو نیا، اینجا بیمون، تابی مردم رو خیره میکنی. نه من هم میروم. یو شینور نیست، زود روز بدبخت در همه جو بنی تمی خلونی. میروم همکار، من هم میروم همکار. خای خانم عالم، با زود روز رفتن رو دوست میدارید؟ بسیار دوست میدارم. شد، این خیلی باشد، یک جو میرویم. مایلش. خوب مایلش. مرحمت جناب. رحمت دخترم. مرحمت. تشکر عشقم. مرحمت هجری جان. جنابان، سبب زیارت ما با اینجا این دو جوان یک دیگر را دیدند، شناختند، دوست داشتند. گرچندی از ما نمی پرسند، ولی ما همچون بزرگ این کار خیر را باید که بجا آریم. با امر خدا و گفته پیغمبر دخترمان سیرم را با پسرمان کنان خواستگار هستیم. چی؟ انا همه خیر. جناب عزمی، تو کی را برای کی خواستگاری میکنی؟ میپرانم تو را. چه گفتیم آخر؟ با امر خدا با گفته پیغمبر گفته. سیرم نپرانی. سیرم نپرانی. نکن، سلاح را بگیر. قنان
دخترم یک لکمان را آ شبکتی لعنتی گپی تو را گرفته به اینجا آمده این حال من را ببین بچه گرفتار شدیم خدا لعنت کنه تو را جناب عزمی حاضر مرا برای هجری خواستگاری میکنی وگرنه میپرونم تو را تمام شد عوض میکنم تمام دخترمان سهرم را با پسرمان خاموش نه امروز می نگوی برای هجری نه برای من خواستگاری نمیدونی خدام نزنه تو نه نمیشود یزنه هجری را برای من خواستگاری میکنم برای من خواستگاری میکنی بله برای تکانون میکنی برای من میخوای برای من کافیست آخیره کافیست خواستگاری نمیکند هیچ کس شما را خواستگاری نمیکند بجز من هیچ یکی شما عقل ندارد دیوانه هستید شما دیوانه رفته تمامت بودید چرا برای به این کار را هیجری دیوانه ای بسیار خانه ما آورده است همه ای کارا را تشکیل کردگی من هیچ کار نکردم دیوانه هستن این ها چی هستن ایستا هیجری را برای من خواستگاری میکنی نه آخیر برای من خواستگاری میکنی ایستا نگورید ایستا تا جایی که من فهمیدم سیرم و کنان دیوانه یک جای شده این دیوانه دیگری را میپرونن همه خیل میشون یا خدای توبه جوره ما با چی خیل محل افتیدیم آخیران نمیدانم هم ولی جوره در اینجا بسیار استودان در کار نیست اگه هر چی زودتر هوی ای برپدر از نالا قطع جنگ رفتن نمیشه پشیره او دیوانه را بگیرین که دملو از این را میپرونه ای بچه چی کم شده است کمی سرزد باید رفته پشی او را بگی که اوتا تا میپرونن اوتا ای مرا کی میپرونن یک رز بدم اخی مراد دویدی رفتیم همکار دویدیم اینجا چی خیل محله خطرناک بوده است شکر که کمیسر مراد هست همین خیل نی خانم زینب هیچ نپرس زینب دخترم ها چرا شوهرت را تنها گذاشته به خانه برگشتی ها عزمی جان چخل شوهر زینب تو خونه دار شدی ها چخل خونه داری سلحیه تو بیقل هستی چی هستی پدرم کمیسر مراد رو میگد جنابی از می لطفاً من با هیچ کس خانه دار نیستم آخیر آدم اگه خانه دار نیستی چرا دو هفته در خانه ما ایستادی ای از می دیونه منم قطعی می آبودم دلو دور نروا تو خاموش باش بی ادب آخیر در خانه مردی آیده دار کی می زده اوف دیوانه می شوم آخیر کافیست خودش چیگه پس کافیست من هم طاقت نمی کنم زینب جان من خوبترش بر وقت رفته کافی رو کشویم شوی جانم من هم کمی پس می آیم حالا هم نفهمیدی؟ چرا خانه شوهرت را تر کرده به خانه پدرت برگشتی؟ ملیس با کجا می روی؟ با تو چی؟ تنها با کجا می روی پرسیدم دلم را می شکنی تو با کافه می روم جانم راحت شدی؟ با تو تا قهوه خانه می روم؟ چرا؟ من خودم مگر رفته نمیتوانم یعنی آخر آدم میخواد که با دوست داشتهش سیر و گشت نماید کمی بیفهم ملیس چه خیلی دوست داشته؟ بی سواد سیاه بی سواد سیاه من با تو نشون میدیم هجری توخ بیریانی با حسیب من کجا شد؟ قریب تیار شد پدر جان حاضر میارم پدر جان میگوید مادر جان گفته خودش رو در این خانه خوب جای کرد این بچه زیرک زنک جان تو بسیار واهمه میکنی چخیل واهمه میکنم قادر همه چیز اشکار است بسیار یک اویله زیبا شدیم همه خیل نیم مادر جان الو بابا قادر مرا شناختی تو کی هستی تو مرا نشناختی ها آدم مگر همکارش را اینقدر زود فراموش میکند رمزی هستی؟ تو کی از محبس بر اومدی ها؟
نه بر آمدم بابا قادر. با تو کارم رو حل نکرده با محبس افتیده بودم. حاضر برای حساب پرسیدن آمدم. کدام حساب؟ نصفی همه داراییت رو میخواهم. تو چیا میگویی؟ شاگردهایم رو روان میکنم، امضا بکن. چی شد قادر؟ پدر؟ پدر چی شد؟ چیزی نیست دخترم، شما سپانواتون رو ادامه دید. بابای قادر، اکای رمزی سلام گفت، به این امضا گذار. من رو غارت کردن میخواید دیوانا ها؟ بشین، همه رو میکشم، در اینجا امضا گذار. امضایت رو گذار قادر. پدرم رو رها کنید. آه تمومیست، تخمبری هم پختم، شما میخورید. هجری؟ هجری؟ تمام تمام سنم جان، سنم تمام، نترس، با امر خدا همشون به زمین افتیدند. این چه خیلی موازین است آخر، همه این آدم ها را از پا افتوند. هجری؟ تو این را چه کردی ها؟ با دو. با دو؟ این کاری که نمیشد، آخر آنها را به زمین افتوندی؟ نمیشود و بعضن میشود. پدر جانم روز شد. شما ناراحت نشوید، بشینید، من همه رو جا به جا میکنم. سلام اکای یارم. سلام کمیسر. آه کمیسر مراد، حاضری را میفهمیم تو کلس هست یا نه. سمی را یک دو موشت لغه زنم اخی تو این نغزه می دیدی که سمی آه. تلیفون تا کیسه ده بزن. چی شد با؟ یک دو موشت رو بزنم. تو چی ها می گویی؟ بزن یک دو موشت دیگر از نامی من سمی شغال روزن در حقی من بسیار کارهای بد کرد. بزن بزن. کمیسر مراد، این دیوانه شده چی شده است؟ نجادم ده میکوشد مرا. زرد نی که ایفون بزنم که تو کلتا کلسی. آخر دیوانه، من کلاس نیستم، مرا دیوانه نکن. چرا مرا زدی ها؟ دیوانه شده ای تو آخر. یک اونجا شکسته باشه من حقوقی دخترم اتیام. بیخم بیو سوزیو خی بیو میدگره دوگ بارم تا نهایت انتقام دوست داشتت را گرفتی زهرا.
اژدهار مرد. حاضر چیکار میکنی زهرا؟ نمیدونم. در پیشت یک حیات نوی هست، باید زندگیت رو مثل یک آدم مقرری ادامه دهی. گفتن میخواید که دیگر دختری نقابدار نشوم؟ بله، دیگر به این احتیاج نیست. اژدهار مرد. با اولاد زهرا شنلی بودنت را گفتن میخواهی؟ حاضر به این آموده نیستم. اینجا چی نویسته باشد؟ نفهمیدم. ای استاد، ما اینجا چیکار میستیم؟ رفته زالدا مش میکردیم اخی. از این پس دیگر نمی جنگیم شاگردان، تنها کتاب میخونیم. اما استاد. خاموش باشید. کتاب بخونید. بفرمایید قهوه‌تون. بیرامد. وای، من شما رو میشناسم. با مانند شما با دختر زیبا صحبت کردن میخواستم، ولی باید این کتاب رو خونده تموم کنم. معذرت میخواهم. میبینیم خانم ملیس به سواد سیاکی بوده است. کمال چی شد با تو؟ تو بوتانیک شدی؟ کمالی بوتانیک؟ رو از اینجا گم شو. چی کاری خواهی کردن گیر؟ اما بیدان که وزنه میشنی. تو چی ها میگویی؟ گفتم را شنیده کمال. کمالی بوتانیک و شاگردانی بوتانیک. آفرین آفرین. استاد فهم نمیشه. شینه شاگردان، شما شینه خوندن را ادامه دید. گوش کن. چی؟ کمیسر مراد، تو را بسیار احترام میکنم. فیدکاری هایی که برای محله مون کردید بسیار هم شایسته تعریف است. احسان به شما، شما افتخار ما هستید. راو از اینجا گم شو میگویم، بسرم بلا نشو راو. اگر بسرت بلا شوم چی میشود ها؟ بلا شوم چی میشود؟ جنابی مراد، همچون کارگری تشکیلات همون تو را نه راو گم شو آخیر گم شو. خانم ملیس، برای جناب کمال چای کبود می آوردید که کمی عصبی می نموید، آخیر نوشد کمی خوب شود. وای وای وای، یعنی تو بودی ها؟ دف شو رو از اینجا. ولی خانم ملیس. ولی ملی نیست، دف شو رو گفتم. رفتم شاگیر تو یکان قهوه خونه می بیم که کتاب خونه داشته باشد. شاگیر تویت را گیر و گم شو از اینجا، زود باش. با شما بعدن پا می خوریم جناب کمیسر. من دیگر کار ندارم که با شما مشغول میشوم. با کتابخانه اومدید یا با کافه؟ آنها رو ببین. ممکنه گذاری انا گیر، یک شاگردی دیگرت اینجا مونده است. یک گله شاگرد آورده است. آفرین آفرین. زهر بینوش. کتاب میخونن باز. ماشاءالله. وای وای وای، نیستال سنی که کوی سمنینیه. تی تاش نکلتا کلس. برادرم هم از کمال سیاه خوشش نمی آمد. وای برادرم، زنده بود از تو این رو می دونستم. نیکی بدبخت توی افتی بزیب تا چی خیلی خیلی شروع کرده. هیچ باوریم نامده است. هم چی خیلی پولیس شدی؟ جون تا خدا بگیره. نیکی زوری برادرم. یک چرا نفهمیدم؟ هیچی نفهمیدم. برای چی مرا نگفتی بدبخت ها؟ او یک دهن شوکت به می گفتی که من کلس زنده اصلا می مردی؟ برادرم برادر جو میانم. میانم. من میدونستم که تو کلتا کلست هستی کمیسر مرو. چیکار میکنی؟ رها کن مرا. دیوانه هستی تو شوکت؟ چیکار کلست را گم شو؟ من میدونم که مراد تو کلتا کلستی. این را از برادرت پنهان کردی، یک انسانی ناکسی. میدونم چهرت را عوض کرده ای، انسانی بلحوثی. شوکت تو چی ها گفته استاده ای؟
تو سرت رو در یک اونجا زده ای؟ بدبخت، حالا هم خودت رو به نادانی میزنی. شوکتم من، شوکتم من، شوکتم ای بچه ما، شوکتم شوکت نه، شوکت نه، برادرتم. شما نظمی کاراتو نظم کجا ما شوکتم؟ تو کیلس هستی؟ من همه این رو میدونم. با من گوش کن شوکت، اگر یک بار دیگر با من کلاس گویی تو رو محبس میکنم. دردی سر شدی، گم شو. ای پات همی مرا گم شو میگه، خودش گم میشه میره. انیخ تو کلتا کلاسی، همه هم رنگی تو بود. حالی بی اگر من می کلتا کلاس بودن ای تو را اثبات نکنم، نوم شوکت میمونو میسته. بفرمایید. مرحمت، بفرمایید. آه، همه اومده سکو؟ از مینه سمی خیلی؟ کجا دا باشه؟ چی میدونم، ندیدم او را. به فکر من هم از می دایی جنسته. نیکی خزور بچه هم و زوباید و کمولی بطنی که میجه که؟ کمولی بطنی کیست؟ ای کمال سیاه ای که خچه همه خواه دانای گریفته ای که به نمو از کجا دانا بوده میتواند. با ما چی گفتی سم حیوان؟ همکار باید ما هم یک کار کرده همه جا بودرویم، لباس ما را علیش کرده میدرویم، فهمیدی؟ هیچ کس نمیشناسم بایا. رفتیم ای طرف. اصلا من مادر جان؟ ها جانم. پدرم کجا شده خیر؟ نمیدونم آخر دخترم، ولی پدرت رو میدونی که برای تو میخواد توفه گیرد. اهمی خیلی از میگوی برای من چی میگرفته باشد عجبو؟ نمیدونم. اوم می رویه. اوم رو با کجا بردن؟ رفتی بعد می آکنند مرا. به بسیار بد نظر. آکنند گفتم. اوم شد در آو. آکنند می کشان شما را. در آو. بدارم در آو. تست تست می گویم زود باش. زاد روز مبارک دخترم جانی مادر. تشکر مادر جان. ایجری زاد روزت مبارک. این چیست؟ کشو ببین. آخر باورم نمی آید. ببینید این به خیلی شما یفتم. این با من بسیار میزیبد. تشکر زیاد جری. بسیار زیباست. خانم زینبگی رو در اطراف نگاه میکنم، باور کردن که تیگان دختر خوشرو نیست. تو پریزادی صد فویزی. تشکری زیاد به تو زبای جان. خانم آلم لبای، شما از زیبایی های کاشانه حسنتان به خوبی استفاده برده اید. فکر میکنم امشب در این محفل از همه دختر زیبا شما هستید. تشکری زیاد. خواهش میکنم زبای جان، در اینجا از همه مردی زیبا تو هستی. ای دختر راست میگوی؟ به شبه چونین است. یعنی حاضر وقتی این هستی یا نمیدونم، اما در اینجا زیباترین مرد امشب به فکرم شما هستید. تشکر میکنم. البته که
چشم زیبا همیشه زیبایی را میبیند خانم. یک لحظه، کور هستی؟ یعنی به هر دو اینها نگاه کردم و قایسه کن، این را ببین، مثل چیزی به زیب است. اکنون به جناب زوباید نظر کن، زیبایی‌اش به هم تو. یعنی خانم زینب، شاید جنوبی مراد شکلی میخواستش مونه باشد، ولی با فکر من بسیار جهان زیبو است. تشکر میکنم. شما خانم زینب را اهمیت ندهید، چشمانش درست نمیبینند. امید دارم در آینده حتما شفا میابد خانم. کمپوت شفتولو میخنین اولی چه؟ شاکت؟ چش، ای دختر، دام تا بگی اکر همی جای نخب همون بود. سمید در زور توزی من همین خیل خزمت بکنی. چند سال شد که ما هم دیگر نکنیم. بیا پگاه همراه و با بایی کروش تماشو میگنیم. آخر نگذاشتید که یک کتاب رو خونم. روز تو زیر باشده ایم. تشکر. کمون؟ کمون چی کار کردی؟ چی کار میکنی؟ بیا خیز برادر. آخرین کاری تو از روی آداب است مگر؟ بطنیک هستیم و تو این درجه نیه. او در نزد من دستی تو رو میخپد. حاضر من حقیقتی تو رو نشان میدهم. تو کی هستی؟ کمالی سیاه هستی. بین کمال. ای بیاقت بس نمیکنم این کارو دا. ای رحمت ملیس، چیره همونی وز شود، هم جرعت همونی وز نمیشود. برد در جد بشین گرنگ نکن. یکان پرابله با نیست، خورسندی را دوام میدیم. رفتیم. مادر جان، جونی مادر، آخر کجا شد پدرم؟ حالو هم نامده است، با تلفونش هم جواب نمیدهد. نمیدونم، من خواتیر شدم آخر. یا خدای ما با خیر باشم. کنی این رو امضا کن قادر، یک روی نکن. امضا گذارید. دیگر ایلوش نداری. این بارت رو از دست ما هیچ کس نجات دادن نمیتواند. کنی امضا کن. گم کنی را برام همین را امضا نمیکنم، فهمیدی؟ این تار باشد حقی مرا بیده. به شما چگونه افشور مقول است؟ یه بچه کمپوت بگیری؟ فهمو. تشکر. میرویم عزیزم. من حاضر می آیم. افتی او را دیدی؟ خوب هستی؟ یا بسم الله. آه شوکات، تو چیکار میکنی اینجا ابله؟ وای 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 برادرم، افتی خنک تا علیش کرده دیگه هم مای دختر رو قطورک عیده مود میدونه. زینب آیا طرف، عالم آیا طرف، وح عروسا دا گف ندارم کلتا کل از برادرم. تو چی میگوی ها؟ دردی سر شدی؟ هیچی تغییر نیفتی کلتا کل از. چی خیلی بودی همون خیلی عروس باز موندی. گوشو کلتا کل از؟ همون دختری که روی ترا اپیراسا کرد افت تالیش کرد کو رقمای مرا نداری افتی کجلای مرام گیره ایواز کنه. چی ها میگویی تو دیوانه؟ چی خیلی ایواز کنه داخل؟ آه شوکت بس هست آخیر، اگر یک گپی دیگر بگویی تو رو محبس میکنم. کردنی باشی کردن گیر، مردک شدن در کوره مردک. چی به کلتا کلاس بزن تمدنه میگی یا؟ چی میگویی تو احمق؟ کدام کلاس؟ حاضر اگر کلتکیلس بودن تا با من نگویی با خدا این امیجه داد میزنم که کلتکیلس امیجه در نزدی همه شرمندت میکنم. باور نمیکنی؟ باور نمیکنم. دقت دقت، ای بیعقل تلخکف شدی که ها؟ خواتیر نشو، کلتکیلس بودند رو به هیچ کس نمیگویم. برادر برادر نمیفروشه برادرم. ای بیعقل، زوباید اینجاست، کمال اینجاست، میخوایی تو رو شناسند؟ اگر شناسند میدونه چی میشود. پشالم نمیبره زبایده کماله چی فرق داره؟ تو چی مرا تهدید کردی؟ سه ترسونده سه مرا. گفتم که برادر برادر رو نمیفروشه. برادر عزیزم گوش که کلتا کلس بودن تا این روز پگه مده میگی انیق میگوی. حالی نگه کن. آه شوکت. کمیسر مراد، چی شد؟ من با پدرم زنگ زدن نمیتوانم. عجب و با سرش یکان بالو نامده باشد، بسیار میترسم. با سری پدرت چی آمده میتواند؟ پدرم با تلفنش جواب نمیدید. باز امروز بعضی آدم ها با خونه آمده بودن، با پدرم هجوم کرده بودن. چی خیلی آخر، کی هجوم کرد با پدرت؟ پدرم زنگ میزند. در بلنگویه گذار. پدر خوب هستی؟
خانم سنم پروا نکنید، پدرتون بسیار خوب است، او را در اینجا مهمونداری کرده است. شما کی هستید آخر؟ با پدرم تلفن را دیهید، با او گپ زدن میخواهم. پدرتون روز کمی بند است، با شما ما گپ میزنیم. آخر شما کی هستید که با من گپ میزنید؟ با پدرم دیهید میگویم. خانم سنم، اگر پدرتون زنده دیدن خواهید 1,000,000 بس روخایی که با شما میفرستم در حال بیارید. اگر با پلیس خبر دیهید پدرتون زود میمورد. خاموش کرد. یک دقیقه بگیر هجری. سنم پروا نکن، پدرت را صحت و سلامت نجات میدهیم. زباید رفتیم. میرویم همکار. خانم اولا من بدتر میآیم. خوب مایلش پروانه کن، اگر دخترت پل را آرد تو را به خاطر روزهای همکار بودنمون نمیکشم. جنگاور؟ در حال باید از اینجا برویم. همین جنگاور نیست؟ جنگاور! تسلیم شو جنگاور! آشغال، معلوم شد که وظیفه مخفی تو کلتکیلس را دستگیر کردن و جنگاور را دستگیر کردن بوده است. شما خوب هستید؟ خوبم، خوبم، من خوبم. تمام. پلیس، ایستا. پلیس، ماشین تا فراموش کن. مالش. کاری که میکنی نمیکنی مراد، من جنگاور رو دستگیر میکنم. انا در همینجا دستگیر میکنم تو را. این بار دستگیر میکنم تو را. کی بودنت را میفهمم جنگاور. تو ما رو به نزد جنگاور میبری مراد. فکر کردی مرا فریب داده جنگاور؟
عمر شیرین، برنامه تازه هنری و ارمغان ایدانه هنرمندی خلقی تاجیکستان افضل شا شدیه. جوانی نمیره تو در دنیای من هستی ولی دنیا نمیدان. 12 دکمبر